خدمت همه یه دوستان گرامی، پایه اینجاست. بعد 100 سال بالاخره رسیدیم اینجا. با امروز چی داریم بهتون میگم. الان امروز چی داریم؟ امروز یه قولی بهتون داده بودم، بهتون قول داده بودم که رسیدیم یه کی 100% واسهتون یه ویدیو میسازم و به سوالاتون جواب میدم. مرسی. میدونم که از هر 100 یوتیوبر فارسی 99 تاشون ویدیوی Q&A داشتن، ولی بهتون قول داده بودم وگرنه نمیساختم، چون که واقعا انشو در آوردن. ولی بریم که داشته باشیم. و اینکه مرسی بچه ها، بازم میگه مرسی به خاطر 1K سابسکرایب. من میدونم که 1K سابسکرایب من بیشتر 1K، ولی دارم بهتون جدی میگم، واقعا کارتون درسته، واقعا دمتون گرم، چون فعالترین سابسکرایبای روی کره زمین رو توی کانال خودمون داریم. پس بریم که قولمون عمل کنیم. Let's go. خب بچه ها، همونطور که گفتیم امروز میخوام به سوالاتتون جواب بدیم. بریم که جواب بدیم. سوال اول، بالاخره موقعش رسید. Let's go. توی مجارستان کسی پیشت هست و چرا رفتی از ایران؟ من به دلیل اینکه دانشجوهای پرواز اوکراینی از ایران رفتم، منم به همون دلیل از ایران رفتم. آیا کافی بود یا بیشتر توضیح بدم؟ خب توی مجارستان کسی پیشت هست؟ بله. کاوه هست، پایه هست، لباساش هست. سال بعد پسر واقعا نه، کسی پیشم نیست و خودم تنهام و مشکلی تا الان پیش نیومده. بله بله، بریم سال بعدی. Let's go. چجوری رفتی؟ تحصیلی یا آقا یک ثانی بیا جلو. میگم آه، کانال من در مورد شرایط مهاجرت نیست، کانال من در مورد موزیکه. میدونی چی میگم و نمیتونم توضیح بدم، ولی من اینجا درس میخونم. خب اینجا درس میخونم و نبایدم زیاد توی مجارستان باشم، چون بعدش باید برم یه کشور دیگه. و بله، این بود از جواب شما دوست عزیز. سوال بعد، یه سوالی که از روزی که کانال ساخته شد تا الان ما این سوال داریم میگیریم و سوال داریم ازم میپرسیم، و اونم این که آیا آموزش ادیت ویدیو میذاری یا خیر؟ خیر. موزیک موضوع کانال من هستش و نمیتونم توی موزیک های دیگه برم، توی تمای دیگه برم. میدونی چی میگم؟ تو کاتگوری دیگه برم. اگه برم واقعا خیلی خوب میتونم ازش پول در بیارم و کلی ویو بگیرم، ولی من روی حرفام هستم و وقتی میگم کانالم در مورد موزیکه و گاهی اوقات بلاگ، یعنی کانالم در مورد موزیکه. بس شرمنده، ولی بهتون میگم که چجوری یاد بگیرید ادیتو در ادامه ویدیو. Let's go. سوال بعد، چرا باهات حال میکنم؟ عشقم پسر یا دختر؟ مرسی. من واقعا جوابی برای این سوال ندارم و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که من خودم هستم. شاید همین باشه که به از شما باش حال میکنید، نمیدونم، شاید. ولی در هر صورت این بود از جواب سوال شما. سوال بعد، let's go. سوال بعد، مدل سیستمت. سیستمی که بنده باش ادیت میکنم کارت گرافیک نداره. آیا جالب نیست؟ بله، سیستمی که باش ادیت میکنم یه i5 CPU i5 داره با رم 16. کارت گرافیک ندارم و kind problem. Have a kind problem with him. گفتم که هیچ مشکلی باش ندارم. Let's go. سوال بعد. چرا با اینکه از تتلو بدت میاد ولی توی کاورات هست؟ بیا جلو. کی بهت گفته که من از تتلو بدم میاد؟ کی؟ نمیدونم واقعا. بعضیا میان توی کامنت مینویسن که آقا تو به خاطری که با موزیک حسین بالا پایین نشدی بیشتر، به خاطر همین تو از حسین بدت میاد. آیا این انصافه؟ خیر، این انصاف نیست. و بچه دارم جدی بهتون میگم، من طرفدار هیچ کدوم از رپرهای رپ فارس نیستم و طرفدار رپرهای آمریکایی هم نیستم. من فقط میخوام با موزیک حال بکنیم. پس لطفاً توی این بس بیاد که با هم توی این بس نریم و فقط از موزیک لذت ببریم و از ویدیو لذت ببریم. Let's go. سوال بعد، من با تتلو یا حسین یا داریوش یا بهرام هیچ مشکلی ندارم. سوال بعد، اصلا من یه چیزی یادم رفت، اصلا من کی باشم که مشکل داشته باشم؟ باش واقعا، مگه من کیم؟ من یه انسان عادی ام که گاهی اوقات از روی علاقه و عشق دونه ویدیو میسازه. تموم شد رفت. سوال بعد، قصد جذب همکاری نداری با حقوق و فقط صرفا برای افزایش سابسکرایب؟
دیم بوی. نه متاسفانه نه، به خاطر اینکه زیاد اهل چی نیستم، به خاطر اینکه خیلی متاسفانه کمالگرایی دارم و نمیتونم همکاری کنم، نمیدونم چرا. شایس چجوری ادیت میکنی؟ چجوری ادیت میکنی؟ با دستان ادیتو من انجام میدم و نمیدونم چجوری بهتون بگم که چجوری ادیت میکنم. نرم افزار افتر افکتو باز میکنم و شروع به ادیت زدن میکنم. سوال بعد، چند تا دوست دختر داری؟ بنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. متاسفانه تعداد و ارقامش از دستم خارج شده و امکان پاسخگو پا امکان پاسخگویش نیست آقای سوال کننده. من هیچ زیدی ندارم. سوال بعد، اتفاقات زیاد رپ فارس رو پوشش بده. متاسفانه کانال من در مورد موزیک خب و هیچ شکی توش نیست، ولی رسانه نیست. میدونی چی میگم؟ چون بیشتر رسانه ها اسمش چیه؟ اخبار و اینا رو پخش میکنن. کانال من فقط گفتم فقط میخوام منو بیننده با هم دیگه از موزیک لذت ببریم، همین. فقط میخوام از موزیک و ویدیو لذت ببریم، همین. تو حاشیه نریم، توی بس نریم، فقط موزیک. سوال بعد، دوست داری با بقیه یوتیوبرها همکاری کنی؟ نگاه کنید، از نظر من، ما الان توی یوتیوب فارسی همه یوتیوبرای چند نوع یوتیوبر داری؟ یک یوتیوبری که گیر داخل میشه، یعنی یه فضای یوتیوب داخلی همش دنبال بس و دیگه چه میدونم اینو کار کرد اونو کار کرد بیا همکاری کنیم. یه یوتیوبر دیگه هم هست که سر اینجا وایساده، یعنی جلو میره، جلو وای میسه. یه نفرم نیست و خیلی ها هستن، حتی کسایی که یه دونه 1K سابسکرایب دارن، میدونی چی میگم؟ جلو وای میسه و تنها هدفش چیه؟ که یوتیوب فارسی رو ببره جلو، میدونی چی میگم؟ و من دوست دارم که جز اونایی باشم که یوتیوب فارسی رو ببره جلو. و زیاد دوست ندارم دنبال همکاری نیستم و همون دلیل کمالگرایی هم یکم تأثیر گذاره، میدونی چی میگم؟ ولی فعلا طرز فکری که من دارم همینه و توت میا لایت انشون لیگون، یعنی ببخشید. سوال بعد، یوتیوبر مورد شایس، یوتیوبر مورد علاقه، یوتیوبر مورد علاقه من تا امروز کسی نیست جز لوگان پاول. من از لوگان پاول واقعا خوشم میاد و ازم خیلی کارش اوکیه. و تامی چریز 100% تامی چریز الگوی بنده بوده و واقعا ازشون از ویدیوهاشون لذت میبرم پسر. ولی لوگان پاول یه نابغه است، یه نابغه است. Let's go. سوال بعدی، نقص فقاگه بیته، چجوری ادیت یاد بگیریم؟ الان بهتون میگم، اینو بهتون توضیح میدم. وای پسر، اوکی، اینو بهتون توضیح میدم بعد 100 سال. خب نگاه کنید، اول یه مبحثی داریم به نام پایه ادیتر، ادیتور حرفه‌ای هست یا نه. خیر، اگه یه نفر بهم بگه ادیتت از 10 چنده، 100% من 3 رو انتخاب میکنم، به خاطر اینکه ما کل یوتیوبر خفن داریم، کلی یوتیوبر و ادیتور خفن داریم و واقعا من به خودم اجازه نمیدم که خودم رو یه یوتیوبر خفن حساب بکنم، میدونی چی میگم؟ و آره، این بحث اولمون و بریم که بگیم چجوری ادیت رو یاد بگیری. Let's go. خب برای آموزش ادیت اول باید ابزاراش رو یاد بگیری. من دارم از تجربیات خودم بهتون میگم. خب ابزاراش رو یاد بگیری. بعد از اینکه ابزارا رو یاد گرفتید، که من خودم یه آقایی به اسم سعید طوفانی، نمیدونم کی بود، توی یوتیوب ازش یاد گرفتم. هیچ کس نه نه ولش کنش، میخواستم یه چیزی بگم. خب اون موقع ویو نداشت، ولی الان تقریبا ویوهاش اومده بالا و معلم واقعا با عالی بود، واقعا با عالی بود. الان یه قسمت از آموزشش رو واسه تو نشون میدم. بله اینجوری آموزش میده و ابزارا رو از ایشون یاد گرفتم تا یه حدودی. و بعدش یه ویدیوهایی ما داریم، ویدیوهای کوتاست. خب ادیت میزنن فن پیجا واسه طرف، مثلا نه واسه شخص مورد علاقه شون. اسم اول آموزش ادیتار رو میزنن وانت. Do you want this? Want this اولش اینو میزنه. من با اونا یاد گرفتم و از بس ادیت خوشم میومد که روی دفتر نقاشی میکردم، چون اسماشونو زیاد بلد نبودم. الان زیاد من اسماشونو بلد نیستم و
بلدم البته، اولش بلد نبودم خب، و نقاشی میکردم و یاد گرفتم. تمرین تمرین تمرین، هر چیزی تو ذهنت، حتی تو فیلم سینمایی تو وقتی میبینی که یارو چه میدونم غیب میشه، برو بزن تو یوتیوب چجوری میتونم توی افتر افکت خودم رو غیب کنم. تموم شد رفت. اینقدر منتظر این اون نباشید، جدی دارم بهتون میگم، خودتون شروع کنید، خودتون برید دنبالش و خودت یه خودت اینو قبول کن. از من اوستا کار پادو نمیشه، کسی خوشبختی رو به تو کادو نمیده. بجنگ واسه چیزی که میخوای. سال بعد، سال بعد حاضری به عنوان ادیتور واسم کار کنی و من یه حقوقی رو واسه به عنوان دستمزد بدم؟ میخوام خودم واسه خودم یه دونه کانال درست داشته باشم، تا اینکه برم واسه یه نفر دیگه ادیت بزنم. میدونی چی میگم؟ و هیچ وقت من اینجوری نمیشه، برم واسه یه نفر دیگه کار بکنم. شما هم همینطوری باشید. اگه یه هنری دارید، یه مهارتی دارید توی کسب و کار خودتون، ازش استفاده کنید. خب نمیخواد برید کارمند بشید. Let's go. سوال بعد، دوست داری چه کارشی؟ من دوست دارم یه شخص تاثیرگذار توی جهان باشم. پولدار نه، پولدار نه نه نه، دوست دارم واقعا یه شخص تاثیرگذار باشم که وقتی میمیرم اسممو یادشون بمونه. تموم شد و رفت. Let's go. رنگ مورد علاقت، رنگ مورد علاقه من بنفشه و سبز. بله زردم هست، آبی هم گاهی اوقات باله، قرمز هم گاهی اوقات باله میشه. افتر افکت رو چجوری یاد گرفتی آقای پایه؟ بهتون توضیح دادم بچه ها، کار با ابزار رو یاد بگیرید و بعد تمرین کنید. تموم شد. و از یوتیوب ویدیو ببینید. خب نمیخواد برید پول برید نمیدونم دوره بخرید، خودتون کاراتون انجام بدید از یوتیوب. یه عکس گذاشته بودی و گفتی که بزرگترین پروژه زندگیت، یعنی بله، و در مورد اون توضیح بده. من یه عکس گذاشتم و چون که بچه‌ها واقعا لطف داشتن، از لطفشون من انرژی میگیرم. وقتی یکی میاد توی دایرکت و میگه کم شو ویدیو بذار و میگه که ویدیو بذار، واقعا انرژی میگیرم و یه استرسی تو ایجاد میشه و اون عکسو گذاشتم. گفتم این ولاگی که میخوام بسازم بزرگترین پروژه زندگیمه. یک این که دلیلش اینه که به خاطر این بزرگترین پروژه زندگیمه که یکی از بزرگترین تغییرات زندگیمو توش تجربه کردم، همونجور که دیدید و یه سفر بود، یه سفر بزرگ بود و تغییر بزرگی بود. این یک. و این که شاید باورتون نشه، اصلا باورتون نمیشه، بهتون قول میدم، ولی نزدیکای 1300 تا عکس بوده، یعنی نزدیکای 700 تا توی پارت دوش، و باید سری اینا رو میچیدم و وقت واسه ادیت نبود. میدونی چی میگم؟ فقط کنار هم گذاشتن خودش خیلی وقت گرفت. ببخشید که نتونستم ادیتش بزنم زیاد، ولی خوشتون اومد، دارم جدی میگم خوشتون اومده بود. پس موضوع کانالت هنوز موزیکه؟ بله یه چیزی گفتم و تا آخرش هستم. موضوع کانالم 100% موزیکه. گفتم گاهی اوقات توش ولاگ یا ویدیوهایی که باحال باشه میذارم، ولی اصل ستون کانالم موزیکه. تمام. و سوال آخر، خودت ادیت میکنی؟ راستش به قول آقای سروش لشکری من ادیت نمیکنم و یه دوستی هست، یه دکتریه توی اسفون، آقای عزیز، من خودم ویدیوامو ادیت میکنم و فکر نکنم بتونم یه ادیتور پیدا کنم که این سبکو بخواد واسم بزنه، به خاطر که کمالگرایی دارم و دمارمو در آورده، داره خستم میکنه. در هر صورت خودم ویدیوامو ادیت میزنم و آره، فکر نکنم حالا بتونم یه ادیتور استخدام کنم، یکی که پول ندارم و دو این که نمیتونم اعتماد کنم. میدونی چی میگم؟ چون که تویی که داری ویدیو رو میبینی، من واسه چشای تو ارزش قائلم. میدونی چی میگم؟ نمیذارم هر کسی بیاد یه ویدیو چرت و پرت به خوردت بده. پس به خاطر همین ویدیوهای با کیفیت درست میکنم. البته هنوز به اون کیفیت نرسیده، ولی سعی میکنم که ویدیوی با کیفیت بسازم. خب این بود از سوالاتون بچه ها، دمتون گرم، مرسی. ببخشید که من چند وقت درگیر بودم و همونطور که دیدید نمیتونستم ویدیو بسازم. بازم میگم دمتون گرم که رسیدیم به 1K سابسکرایب. دم همتون گرم. دانکه. و این که آره این بازی هنوز ادامه داره، پس تا آخرش هستیم. Let's go. مرسی که حمایت میکنید، مرسی که این ویدیو رو همین الان لایک کردید و خودم با چشام دیدم، و هر نظری که دارید این پایین بذارید که بریم واسه ویدیوی بعد. حتی ویدیوی بعد دوستان عزیز بدرو. نسبت بهت مسئولیت دارم، میدونم عوض نشدم، به خودم قول دادم وقت تلف نکنم، شهرت و هدف نکنم، دیدم همه میرن یه طرف، جهت عوض نکنم، گوسفند نباشم، علف نخورم، قرار نکنم، بخشش طلب نکنم، ولی واسه پیشرفت چرا سفر